اگه یوسف بفهمه نمیاد دنبالت؟ دیگه برای چی بیاد؟ من که از دست رفتم، چرا یوسف باید بیاد دنبالم؟ به هر حال زلیخا یه شب تو اتاق عمران مغیث بوده. مامان راست میگه، زن عین پاکت نام است. مگه نه؟ مهر که خورد و تاریخ ارسال که زدن، دعوا تموم میشه. دعوای من به خاطر اینه که چرا مردی که یه روز کامل و کنارش بودی پاکت نامه به حساب نمیاد؟ مامان اینم راست میگه که تو باختی، ولی باخت تو قبول نمی کنی. برای چی میخندی؟ برای این میخندم که شما دوتا منو بازنده تصور میکنی. خودمو بی خیال نشون میدم و میجنگم که تو مجبور نشی همچین روزی رو ببینی. میدونی چرا شما دوتا از باختن میترسی؟ برای اینکه تو خونه بابایی، نونخور اون هستی. کدوم دختریه که تو خونه باباش زندگی نمیکنه و نونخور باباش نیست؟ مگه چند نفر باباشون با یکی مثل بشرا فرار کرده؟ یه حساب کن ببین چند تا هستن. چند هزار. خب با همچین بابایی زندگی نکن، نون خورش نباش. کسی که فرار کنه برای تو نیست. از ته دلم میگم، پدری که فقط به خاطر زن مورد علاقش دخترشو با مردی که دوست نداره میفرسته تو هجله عروسی. برو از اینجا، برو. برو چی؟ کجا بره؟ عزیز من، هیچ جایی برای رفتن نیست. برای امثال ما به جز خونه شوهر و خونه پدر هیچ جایی نیست. از اینجا که بریم، شوهر بقیه و پدر دیگران همین جوری نگاهمون میکنن. به همین دلیل اینجا بشینیم بهتره. من که خودم برگشتم، الانم هر جایی میرم، ولی اینجا نمیمونم. زلیخا، این خونه به اسم منه. خدا رو شکر کن که وقتی دفعه اول مچش رو با بشرا گرفتم، شرطم برای بخشیدنش دادن این خونه به من بود. به اسم شما نیست. حمید بهم گفت اون سند مالکیتی که امضا کرده بودین، بابا دوباره اونو به نام خودش زده. شاید هم الان به نام بشرا باشه. افتاده بودم اونجا، به هیچ وجه چاره‌ای نداشتم. اما عین گاو به این پام زنجیر بسته بود. بعد همون شب ساعت‌های 2 یا 2:30 بود که یکی در رو محکم کوبید. صدامو صاف کردم و گفتم کیه؟ 100% مطمئن بودم که عمران مغیث اومده بود. حدسم کاملا درست بود. خود نکبت عوضیش به هم جواب داد. منم عمران مغیث. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ اتاق خودمه. امشب هم که عروسیمونه. پس چرا اونجا وایستادی؟ بیا اینجا. جنسش از الماسه. خب حالا الماس باشه. تو چی هستی؟ برنز یا سنگ؟ دست و پای منو بستی و میخوای شب عروسی تو جشن بگیری؟ نه عزیزم، زنجیرها رو فردا باز میکنیم. مامان گفته فقط همین امشب. همین امشب؟ ای تاجر احمق، ناموس میخری که ناموس بفروشی؟ چی؟ به جای این که منو بفرستی پیش بابام، عمتو فرستادی پیش اون؟ نه عزیزم، باور کن قضیه دایی و عمه از خیلی وقت پیش تموم شده. دایی اصلا با مامانت خوشحال نبود. جدی؟ تو از کجا میدونی که خوشبخت نبود؟ شما دوتا مادر و پسر کامل از زندگی ما رو خراب کردی. ای بابا بس کن دیگه، یکم خودتو ببین. چند بار فرار کردی و رفتی پیش اون؟
تو این زندگی رو به باد میدی. تو واقعا خجالت نمیکشی؟ دختری که فرار کرده رو عروس خونت میکنی؟ دستور مامان جونته. لعنت به این دستور و لعنت به پسری مثل تو که گوش داد. خدا لعنتت کنه خیلی احمقی که برای خوشحال کردن مادرت این همه زندگی رو نابود کردی. مطمئن باش تو جهنم میسوزی. منو نترسون، چون من آدم ترسوی نیستم. باید بترسی امران مقیس. تو داری خونت رو دلایی که شکسته شدن میسازی، نسلای آینده رو هم به فنا میدی. تو میدونی تقصیر مامان من چیه؟ یه بار وقتی که مامانت داشت دروغ میگفت بهش گفت خواهر تو خیلی دروغ میگی. یه بارم در موردش گفته بود که قدش کوتاهه و خیلی قشنگ نیست. از همون روز مامانت گفت که زندگی تو به باد میدم و نابودت میکنم. بعدش بابای من، اون با مامانم خوشبخت نبوده، 25 سال به بدبختی گذرونده. اون داشت دروغ میگفت. اینو بدون که تن مرد وقتی هوس یه زن دیگه میکنه اینطوری بهونه گیر میشه و حرفای تو رو میزنه امران مقیس. بعدش من با کسی از خونه فرار نکرده بودم. فقط دارم با تصمیمم میجنگم.